در این شماره از بسته اخبار فرهنگ و هنر ایسنا خبرهایی از حواشی فیلم عنکبوت مقدس، تصمیم ارشاد برای نقش‌آفرینی مساجد در فعالیت‌های هنری، بالا رفتن هزینه‌های سفر حج و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. تلاش برای پس گرفتن شبکه نمایش خانگی از صدا و سیما. جمعی از هنرمندان، سینماگران و علاقه‌مندان سینما در نامه خطاب به رئیس جمهور درخواست بازگشت مدیریت شبکه نمایش خانگی از صدا و سیما به وزارت ارشاد را مطرح کردند. در این نامه وضعیت حاکم بر شبکه نمایش خانگی اسفناک توصیف شده که منجر به بیکاری حدود 6000 نفر و ضرر 2000 میلیارد تومانی سینمای کشور شده است. امضا کنندگان نامه که تعدادشان به بیش از 4000 نفر رسیده میگویند در زمان دولت قبل برخی نمایندگان مجلس بران شدند تا مسئولیت شبکه نمایش خانگی را به صدا و سیما بدهند، چون به زعم آنها سازمان سینمایی نظارت بر حفظ شؤونات اسلامی و رعایت هنجارها در تولید محصولات نمایش خانگی را به درستی اعمال نمی کند. بنابراین موفق شدند اختیار حوزه نمایش خانگی را از وزارت ارشاد سلب کنند و به صدا و سیما بدهند. این نامه حدود یک ماه قبل برای جمع‌آوری امضا منتشر شد و اخیراً هم پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما، درباره نظارت بر شبکه نمایش خانگی و وی او دی ها خطاب به دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف گفته بود که هیچ کدام از شما حاضر نیستید همراه خانواده پای یکی از قسمت های سریال های شبکه نمایش خانگی بنشینید. باز شدن پای شورای اخلاق به موضوع جشنواره کن. رئیس سازمان سینمایی از مدیرعامل خانه سینما خواسته درباره حواشی حضور سینماگران ایرانی در جشنواره کن بررسی‌هایی در شورای صیانت خانه سینما انجام و نتیجه به شورای اخلاق حرفه‌ای سینما ارائه شود. محمد خزایی گفته رفتار و گفتار سینماگران به عنوان نمایندگان سینمای ایران آینه هویت فرهنگی جامعه و ساحت سینمای نجیب ایران است و حضور بین‌المللی عوامل سینما از گفتار و رفتار گرفته تا نوع پوشش باید جلوه‌ای از فرهنگ عفیفانه، مؤمنانه، نجیبانه و غنی مردم ایران باشد، فرهنگی که ریشه در تمدن ایرانی و اسلامی دارد. او همچنین اظهارات برخی اهالی سینما در کنفرانس‌های خبری خارجی را غیر فرهنگی و غیر سینمایی و با انگیزه‌های سیاسی و برای نمایش ژست‌های اپوزیسیونی توصیف کرده و گفته این رفتارها هیچگاه مشروعیت و اعتبار بین‌المللی در پی نخواهد داشت و با واکنش منفی مردم نیز مواجه می‌شود. مجازات در انتظار همکاران داخلی عنکبوت مقدس. وزیر ارشاد با اشاره به حواشی فیلم عنکبوت مقدس گفته این فیلم در خارج کشور تولید شده و عوامل اصلی آن هم خارج کشور هستند و مجوزی از ایران نداشته و حتما اگر عناصری در داخل با این فیلم همکاری کرده باشند مشمول مجازات های سازمان سینمایی می شوند. محمد مهدی اسماعیلی درباره حضور فیلم برادران لیلا در جشنواره کن نیز گفته فیلم هایی که به جشنواره های خارجی می روند باید مجوز اکران داشته باشند و به کسانی که این فیلم را برای اکران به جشنواره کن بردند گفته شد این کارشان موجب می شود که فیلم مشمول مواد قانونی و محدودیت ها شود و این مسئله به اطلاع تهیه کننده و کارگردان رسیده بوده. بازگشت به مساجد شعار اصلی وزارت ارشاد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته شعار اصلی فعالیت‌های این وزارتخانه نهضت بازگشت به مساجد است، زیرا فعالیت‌های فرهنگی و هنری باید به حوزه دین بازگردد و مسجد کانون این فعالیت‌ها شود. اسماعیلی با تأکید بر اینکه دمیدن روح دینی در فعالیت‌های فرهنگی و هنری به ویژه هنرهای وارداتی دشوار است، گفته جدایی فرهنگ و هنر از دین هزینه‌ساز است و در دولت در پی جبران این مسئله هستیم. حج گرانتر شد. وزارت حج عربستان در اقدامی دیرهنگام افزایش قابل توجهی بر هزینه‌های ارزی خدمات حج اعمال کرده. هزینه‌هایی که حتماً باید همزمان با دریافت ویزا پرداخت شود. در پی اقدام عربستان، سازمان حج و زیارت ایران هم از زائران خواسته مابه و تفاوت هزینه سفر حج را پرداخت کنند. سید صادق حسینی رئیس سازمان حج و زیارت گفته این سازمان به طور غیرمنتظره با افزایش 300% هزینه خدمات و افزایش 20-40% اقلام تدارکاتی مواجه شده و اعتراض خود را کتباً به عربستان اعلام کرده، اما به منظور برنامه ریزی تا زمان پاسخ عربستان مقرر شده بخش اندکی از این هزینه ها را زائران متحمل شوند.
قیمت حج سال 1401 قبلا حدود 34 تا 38 میلیون تومان اعلام شده بود و حالا این قیمت به حدود 37 تا 45 میلیون تومان افزایش یافته است.